11 میلیارد دلار واردات داشتیم در 4 ماهه اول امسال که 84% اقلام وارداتی مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای بودند و بیش از 14% نیز شامل کالاهای مصرفی شدند که برنج و موبایل به عنوان کالاهای ضروری برای کشور از جمله آنها محسوب میشن. این مطلب رو آقای حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت داده. اما در این حال که به واردات برنج اشاره کرده، روند صعودی قیمت برنج وارداتی در مرداد امسال ادامه داشته و تا بیش از 100% نسبت به پارسال گرانتر شده برنج، و با وجود اینکه بیش از 200,000 تن برنج وارداتی دپو شده هنوز در گمرک وجود داره، قیمت برنج این افزایش رو داشته. ولی محصولات دیگر کشاورزی یا کالاهای اساسی، یکی از آنها نخود و حبوباتی که به علت پروتئین فراوان در میان فقرا حکم گوشت رو داره، نخود امسال با افزایش کیلویی 6,000 تومانی و با قیمت 10 تا 13,000 تومان از کشاورزان خریداری میشه و با قیمت حدود 20,000 تومان به دست مصرف کننده میرسه. این مطلب را آقای عزیز کریمی، مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی داده. غیر از این موضوع، عامل دیگری هم موجب گرانی میشه. با افزایش 700% قیمت کود و هزینه های جانبی، کشت محصولات از جمله گندم و جو هیچ توجیه اقتصادی نداشته و باعث رکود کشاورزی و کمبود محصولات در سال آتی خواهد بود. این مطلب را آقای ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته. 700% افزایش قیمت در قیمت کود. غیر از کالاهای اساسی، همچنان مسکن افزایش قیمتش مشکل خانواده هاست. در بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی امسال نسبت به سال گذشته 27.4% افزایش داشته. اما یک خبر خوبی هم داریم که 5,000 واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن در محلاتی از جمله شهریار، اسلامشهر، قرچک، ورامین و نازی‌آباد هفته آینده با حضور رئیس جمهور کلنگزنی می شود. این مطلب را آقای ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران داده. یک پیشنهاد خیلی خیلی خوبی برای مشکل کولبران آقای سردار احمدعلی گودرزی داده، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی. ایشون گفته دولت باید سازوکاری را فراهم کند که کولبران به صورت قانونی از مرزها عبور کرده و در این راستا مرزبانی هم امنیت آنها را تأمین کند تا داد و ستد مرزی افزایش یابد. حرف خوبی زده این آقای مرزبان. اما اواخر هفته گذشته خبر رسید که استاد اسماعیل سعادت، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نویسنده، زبانشناس و مترجم آثار فلسفی، در سن 95 سالگی درگذشت. او مترجم پرکاری بود. زندگی میکلانج اثر رومن رولان و ایزابل اثر آندرژید از تعداد ترجمه هایی است که از او باقی مانده. ترجمه های زیادی از این مرحوم باقی مانده. اما یک خبر دیگری هم داشتیم در منطقه که یک نابینا در تونس وزیر شده. ولید الزیدی به عنوان وزیر فرهنگ جدید تونس معرفی شده. او دارای مدرک دکترای ادبیات. این وزیر نابینا عود می‌نوازد، آواز می‌خواند و شعر می‌گوید.
علت انتخاب این خبر این بود که به یاد دکتر محمد خزائلی از سرزمین خودمون افتادیم که در 18 ماهگی بر اثر ابتلا به بیماری آبله بینایی خودش را از دست داد و نابینا شد، اما توانست با روش حفظ کردن معلومات تدریس شده در مدرسه و دانشگاه به تحصیلات خودش ادامه بده و تا مقطع دکترا در رشته ادبیات و حقوق ادامه تحصیل بده. این آقای دکتر خزائلی، دکتر محمد خزائلی نابینا، به زبانهای عربی، فرانسوی و انگلیسی تسلط کامل داشته. دکتر محمد خزائلی در سال 1311 آموزشگاه خزائلی را در عراق تأسیس کرده. او بنیانگذار اولین مدرسه شبانه در ایران بوده که خیلی ها توانستن در مدرسه او موفق به اخذ گرفتن دیپلم بشن در دههای 30 و 40 و 50. اما توافق تاریخی گروه‌های فلسطینی خبر خوبی بوده. فلسطینی‌ها برای کنار گذاشتن اختلافاتشون به توافق رسیدن و فلسطین نه کشوری در غزه است و نه کشوری بدون غزه است. این توافق هم توافق خوبی بوده که نشان میده که حماس فعال شده در این زمینه‌ها. و اما تلویزیون اسرائیل خبر داده که رابطه بحرین با اسرائیل هم داره رسمی میشه و اولین پرواز تجاری تل آویو دبی 25 شهریور انجام میگیره و اینها خبرهایی است که در منطقه داده شده. اما دروشگویی ها و تندگویی های مسئولان این سو و اون سو ادامه داره و میگویند و میشنوند. آقای مایکل دوران هم گفته پرزیدنت ترامپ میداند که ایران فقط در صورت درک قدرت آمریکا حاضر به معامله می شود. این کارشناس ارشد اندیشکده هاتسون که بسیار درشگو و تندگو هست گفت واقعیت این است که آن استراتژی، یعنی استراتژی دوران اوباما، نمی توانست به مهار جمهوری اسلامی ایران بیانجامد، نمی توانست این رژیم بقول ایشون کریه، متجاوز و چندشاور را مهار کند. گفته های مایکل دوران موجب می شود که تندگوهای داخلی هم اظهارات از این دست بکنند. اما موضوع دیگر این است که آقای مصطفی تایزاده نوشته مادورو 110 سیاستمدار را که برخی در زندانند و برخی در تبعید و تعدادی از شرکت در انتخابات منع شدند عفو کرد. وزیر ارتباطات ونزوئلا گفت دولت به دنبال آشتی ملی است و می‌خواهد به شرکت اپوزیسیون در انتخابات کمک کند. بعد آقای مصطفی تایزاده گفته یعنی ونزوئلا هم زودتر از ایران به انتخابات آزاد میرسد.